احتمالا امروز آخرین روز از ماه زیقده باشد ما در آستانه ماه پربرکت و پرخیر و پر اجر زیهجه هستیم حال یا فردا اول زیهجه هست یا پس فردا این ماهی که خداوند در بارش قسم یاد کرده می فرماید و لیال عشر قسم به فجر به سپید دم و قسم به شبهای دهگانه زیهجه که همانا از حال امشب باشد یا از فردا شب بر حسب رؤیت هلال زیهجه اهمیتش در این است که امهات عبادت درش جمع شده درش روزه هست روز عرفه درش حج هست و درش انفاق و صدقات هست و کارهای دیگر که ممکن است در ماهای غیر از زیهجه نباشد میفرماید که بهترین ایام سال این ده شب زیهجه است این ده روز زیهجه است بهترینش در انفاق در صدقات در ذکر و ورد در تلاوت قرآن در رسیدگی به سلی رحم به بینوایان ادای نماز سنت نافله و ذکر زیاد ذکر و ورد زیاد این برترین و بهترین تکرار نمیشه فقط در سال یک بار هست لذا این جزو این آگهی های است جزو این اطلاعیه هایی است که الله رب العالمین برای امت محمد صلی الله علیه و قرار داده که ایها الناس به خدایید وقت توبه هست وقت انابت هست وقت بازگشت هست یه کمی حرکت کنید حال شما اگر معصیت کردید اگر گناه کردید و اگر خیلی هم گناه کردید و اگر خیلی هم معصیت کردید خداوند گناهان شما میبخشد بخشد وعده الهی است که اگر به طرف خدا بیایید خداوند به شما را به استقبال شما میاد به استقبال شما میاد. و گناهان شما رو می... هر چی گناه کردید قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله به بندگان خدا بگو که بندگانی که زیاد در گناه اسراف کردند زیاد گناه کردند بگو گناه نشوید از رحمت خدا خداوند گناهان را میبخشد انه هو الغفور الرحیم خداوند آمرزنده به مهربان است و رحمتی سبقت غضبی رحمت خداوند از غضبش سبقت گرفته نومید نشو از خدا رباعیات ابو سعید ابو الخیر خیلی جالبه بازا بازا هر آنچه هستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا این کلبه ما کلبه نومیدی نیست گر صد بار توبه شکستی بازا باز هم بازا ما هستیم ناامید نشو و این یک نعمت بزرگی است بر امت محمد صلی الله علیه و سلم آقا ما هر چی گناه کردیم خداوند غفور و رحیم است ولی به شرطی که انیب و الی ربکم و اسلموا ما ما به خدا برگردیم صفحه جدیدی با خدا باز کنیم این ایامی که درش فضیلت هست این ده روزی که میفرماید بهترین ده روز ایام سال هست غنیمت شماریم اعمال صالحی زیادی اعمال صالحی مثل ذکر مثل نماز مثل انفاق که تلاش زیادی نمیخواد و اعمال زیادی که شما را به درجه بالای انسانیت و معنویت میرساند این و فجری که متاسفانه دیگران آن را برای مقاصد سیاسی خود استفاده کرد دهه فجر واقعی همین دهه است نه اون دهه‌ای که آخوندها میگن 42 و دو ساله که میگن از 22 بهمن تا یا از ده بهمن تا 22 بهمن یا از ده بهمن تا 22 بهمن یالا خمینی اومده خمینی اومده چه کار کرده دیدید 42 دو ساله چی به بار آورده بفرما الان مردم به جای رحمت فرستادن به او لعنت میفرستند. این دهه فجر واقعی نیست که آخوندهای صفوی به شما گفتند و این واقعیتی که در قرآن هست خدا به ما گفته خدا به ما فرموده خدا تأکید کرده رسول الله صلی الله علیه وسلم می می‌فرماد ما من ایام العمل الصالح و فیه عند الله افضل من هذه الایام یعنی این ده شب زیهجه حتی الجهاد فی سبیل الله می فرمد. حتی جهاد در راه خدا هم مثل این ایام نیست بنابراین این ایام را قدرشناس باشید آقا پول بده انفاق کن صدقه بده بینوا زیاده گرسنه زیاده محتاج زیاده فی سبیل الله خیلی شعبه داره خیلی فرع داره میمیری خواهی مرد من و شما همه خواهیم مرد این پول به درد من و شما نمیخورد مگر اینکه الان انفاق کنی فهو یخلفو و ما انفقتم من شیء فهو یخلفو میفرماید الله ذل جلال و الاکرام در قرآن میفرماد کسی که انفاق کند خداوند جایگزینش میفرستد برات شما انفاق کنید تا خداوند بهتون بیشتر بده این تجربه است کسانی که اهل انفاقن میدونن زیاد انفاق کنید اولین آرزوی کسی که میمیرد این است که ای کاش باز می گشت به دنیا برای چند لحظه ای و همه اموالش را انفاق می کرد دلیل آخر سوره منافقون که می فرماید در اونجا و انفقو فی سب... ما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اكم من الصالحین خدایا اگر میشه منو برگردون به دنیا تا صدقه بدم تا انفاق کنم و انسان درستی باشم ولی دیگه بازگشتی نیست زمانی که ما قبضی روح شدیم دیگه برای همیشه رفتیم ارزش نداره این دنیایی که ما درش هستیم ما انباشته کنیم ذخیره کنیم برای چی برای چی ببینید بعد از مرگ شما میراث بران شما با هم دیگه دعوا میکنن به جای رحمت ممکنه بد و لعنت هم به شما بفرستن انفاق کنید لا اون چیزی که شرعی است یک سوم اموالتون انفاق کنید تا هستید انفاق کنید دیگر کسی بعد از شما چیزی برای شما انفاق نمیکنه آقا اموال شما بود و رفت بارها بوده ما با چشم خود دیدیم افراد خیر طول عمرشون خیر میکردن مساجد درست میکردن مدارس دینی درست میکردن بعد از این که بالاخره مساجد و پروژه های ناتمام مونده چند تا مسجد درست کرده سقفش باقی مونده که تمام بشه مرده تمام شد قبض روح شد خداوند عجلش را رساند و روحش را گرفت بی روید نزد پسرانش دخترانش میراث برانش میگوید ای یوحناس این صدقه و خیر پدر شماست تا خودش زنده بود این چند مسجد و چند بالاخره حفر چاه و آبنبار و مدارس دینی و همه این کار رو میکرد این مسجد تا خودش زنده بود تا اینجا رسیده الان رسیده سقفش رو فقط مونده ما سقفش رو بگیریم یه چیزی بیدید که ما صدقه و خیر پدرتون رو تکمیل کنیم یه برو پدرم بود و یه کاری میکرد حتی پشت میده به شما یعنی پشت میده میگه برو این کسی که این همه قدر نعمت را نمیداند الان پولی که در دست دارد از همون پدری است که این پروژه خیری را میخواست تکمیل کنه حاضر نیستن تکمیل کند. آیا شما راضی هستید اینطور اموالتون اینطور بشه لذا در مسئله انباشت کردن اموال در سوره توبه میفرماید فرماید والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم بترسید از روزی که کمرهایتون، پهلوهایتون، پیشانیتون، جبهتون اتو شود اتو شود با آتش جهنم بعد بهتون بگویند که هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنیزون این نتیجه انباشته کردن اموالتون هست حالا بچشید علما میفرمایند این که جباه و جنوب میگویند جبهه پیشانی برای اینکه زمانی که لازم بود به فقیر کمک کنه پشت میداد اینطوری میگفت من نیستم یا میرفت و جباه هم و ظهور هم کمرشون و تو کرده میشه آیا راضی هستید اینطوری بر سرتون بیاد و بعد اموالتون رو بذارید برای افرادی که نالایقند حاضر نیستن پروژه خیری تو را تکمیل کنند نمی به نظر به خدایید یک تذکری برای خودم بود و برای شما تا زنده هستیم انفاق کنید انفاق آقا عمل صالح درش در انفاق هست در ادای نماز هست در ادای سنت هست در ذکر و ورد هست و در تلاوت قرآن حال این ایام خداوند اطلاعیه آگهی زده که آقا این ده روزی که در جلو هست خواهان بهشتی بسم الله اگر خواهان جنت الفردوس هستی بسم الله این ده روز بیشتر از این نیست بهترین ایام سال برای عبادت خدا کنه به من و شما توفیق بده به ما توفیق بده تا این ده روزی که در پیش داریم قدر شناس باشیم بهتر به عبادتمان برسیم بهتر به انفاق و صدقات برسیم بیشتر صدقه بدهیم بیشتر انفاق کنیم و بیشتر نماز بخوانیم و دعا کنیم و تلاوت قرآن و ذکر داشته باشیم